تحمینه رستمی همکارم از نمایشگاه کتاب فرانکفورت همراه ماست تا از آخرین اخبار روز سوم این رویداد به ما بگه. تحمینه، از شما بیشتر بشنویم. سومین روز نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه پرحاشیه کتاب فرانکفورت در حال برگزاری، در حالی که از روز اول یورگن بوس رئیس این نمایشگاه گفت که حمایت همه جانبش از مردم اسرائیل اعلام میکنه و حواشی هم به وجود اومد، مثلا به تعویق انداختن جایزه نویسنده فلسطینی یکی از این حواشی بود. اما اتفاق مهم امروز حضور سلمان رشدی در نمایشگاه و در نشست خبری بود که البته تحت تدابیر شدید امنیتی خبرنگاران اجازه ورود به این کنفرانس رو داشتن. این طبیعیه، شاید به خاطر اینکه بعد از حمله‌ای که در تابستان گذشته به او شد و او جان به در برد از اون حمله، شاید از اولین دفعاتیه که در یک مکان عمومی حضور داره. از اونجا جملاتش رو با این شروع کرد که من بسیار غمگینم و ناراحت، اما به طرز غیر منطقی خوشبین هستم و شاید این به خاطر نویسنده بودن من هست و اینکه از دنیای ادبیات میام. وقتی خبرنگاران درباره مسئله اسرائیل از او پرسیدن، گفت من وحشت زده ام از حمله ای که حماس به اسرائیل کرده، اما از اون طرف نگران واکنشی ام که واکنش احتمالی نتانیاهو ام که نمیتونم اونو حدس بزنم. اما واقعیتی که وجود داره اینه که دنیای تاریکی، زمان تاریکی برای دموکراسی در دنیا هست. سلمان رشدی قبلا یک بار دیگه سال 2015 هم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور داشت، همزمان شد با اینکه جمهوری اسلامی کارتون های کتابش رو به نمایشگاه فرستاد، اما خودش حاضر نشد و رسانه های نزدیک به دولت ایران تیتر زدن که آیا ممکن هست که نمایشگاه کتاب فرانکفورت به محل قتل سلمان رشدی تبدیل بشه. و همینطور امسال هم جمهوری اسلامی حضور نداره و قرار هست که فردا شب از کتاب جدید سلمان رشدی رو نمایی بشه و روز بعد یک شنبه قرار هست که جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان به سلمان رشدی اهدا بشه. شکرم. تحمینه رستمی از نمایشگاه کتاب فرانکفورت همراه ما بودیم.